با ما هستند که پیرامون آثار و فواید روانی ماه روزه ماه مبارک رمضان صحبت میکنن. یعنی اینکه ما وقتی ماه مبارک رمضان روزه میگیریم، علاوه از اینکه از نگاه صحی به ما بالای ما تاثیرات مثبت داره و میتونه که ما را صحتمند بسازه، موضوعات دینی حق یک طرف میگذاریم که چقدر میتونیم ثواب کسب کنیم، از نگاه روانی چی تاثیرات مثبت و سازنده داره و چقدر روان ما را سالم میسازه. در این بحث ما را خانم شکریه مهدوی همراهی میکنن که حضورشان در برنامه خوش آمدید میگم. خانم مهدوی خرسند هستم در برنامه امروز با ما همراه هم کلام هستین و تشکر از اینکه در برنامه هستین. خب بیاین در رابطه با ماه مبارک رمضان و آثار و فواید این ماه به عنوان مقدمه چینی از شما صحبت هایی داشته باشیم. پس از آن ما هم سوالات داریم و بیننده برنامه ما هم و همچنین کسایی که از طریق صفحه فیسبوک برنامه ما دنبال میکنن. زنده باشین. تشکر. با سلام خدمت شما و همچنین یک سلام خدمت بیننده های عزیز برنامه آریانا در نیمه روز. امیدوار هستم که خوب باشن و روزهای ماه مبارک رمضان و خوبی و خوشی سپری کرده باشن. واقعا دوست دارم ماه مبارک رمضان، چون یک معنویت خاصی داره. آدم وقتی که فکر میکنه، وقتی که هر لحظه پیامبر بباره، واقعا برای ما مشکلاتی را به وجود میاره. مثلا راه ها بند میشه، ترافیک میشه، یک سری سختی های برای ما به وجود میاره، ولی هیچ کسی از آب بدش نمیاد. هیچ کسی منکر حیات که مثلا بدون آب یعنی حیاتی وجود نداره، یعنی خوشایند است. بله، آب باعث سرسبزی میشه، باعث آبادی میشه. یعنی اگر آبی وجود نداشته باشه، هیچ انسانی هم زنده باقی نمیمونه. روزه هم مثل یک باران بهاری میمونه. درست است ما سختی های را تحمل میکنیم، گرسنگی های تحمل میکنیم، ولی با وجود اینکه مثلا آثار و فواید زیاد که داره، این سختی ها به نظر ما هیچ است. پس ما کوشش بکنیم که مطالعه خود البته در این زمینه زیاد بکنیم و یک دیدگاه خاصی نسبت به ماه مبارک رمضان پیدا بکنیم. خب اگر ما ماه مبارک رمضان و روزه رو به صورت درست، البته اگر به صورت درست ما اگر بخوایم روزه بگیریم و به صورت کامل روزه بگیریم، یعنی روزه‌ای که داشته باشیم که در کنار روزه‌ای که مثلا ما از خوردن و آشامیدن خودداری می‌کنیم، در کنار از این مهمترین چیزی است، روزه اخلاقی هست. یعنی شاید ما از صبح تا شب چیزی نخوریم ننوشیم، ولی در کنارش اگر روزه اخلاقی نداشته باشیم، به نظر من این روزه ما اصلا هیچ است که ما اصلا نمی‌دانیم اما فوایدش به دست بیاریم. پس اولین چیزی که می‌تونه که آثار روانی که داشته باشه آرامش است. شما مثلا در دنیای امروز هر مردی، هر زنی، هر خرد و کوچکی دنبال آرامش هست، چه از لحاظ روانی، خصوصا از لحاظ روانی هست. و در دنیایی که شما میبینید مثلا روز به روز مدرن شده، مثلا شما میبینید که آسایش ما خیلی زیاد شده، ولی از لحاظ روانی ما آرامش خاصی نداریم. از همین خاطر ماه مبارک رمضان باعث آرامش خاصی در انسان ها میشه. اگر ما بیایم یک تعریف روانی از گناه داشته باشیم، گناه چی است؟ گناه هر عملی که باعث میشه که آرامش را از ما بگیره. ما در ماه مبارک رمضان کمتر گناه میکنیم، یعنی کوشش میکنیم که اصلا گناه نکنیم و یعنی که کمتر گناه بکنیم. مثلا کوشش میکنیم غیبت نکنیم، کوشش میکنیم که دروغ نگیم، کوشش میکنیم مثلا تصاویری که غیر اخلاقی هست نبینیم، و یا مثلا اصوات و یا مثلا آهنگ ها و یا چیزهایی که مثلا برای ما مثلا خوب نیست و یا غیر اخلاقی هست، یا چیکار کنیم نشنویم. و این باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما آرامش خود به دست بیاریم. مثلا فرض بکن که در قدم اول وقتی ما یک گناه، مثلا یک گناهی میکنیم، یک دروغ میگیم، یک غیبتی میکنیم یا یک تهمتی میزنیم، چقدر از لحاظ روانی دچار عذاب وجدان میشیم و باعث میشه که آرامش ما سلب شود، آرامش ما رو بگیره. در ماه مبارک رمضان هم وقتی ما گناه نمیکنیم، باعث میشه که آرامش بیشتری به دست بیاریم. و دیگه اینکه ماه مبارک رمضان باعث تقویت حافظه میشه. مثلا ما حتی حدیث هم داریم که میگن که سه چیز هست که باعث تقویت حافظه میشه: یکی مسواک زدن هست، یکی روزه گرفتن هست و یکی قرآن خواندن هست. حالا دلیلش چی است که مثلا ماه مبارک رمضان و یا روزه گرفتن باعث تقویت حافظه میشه؟ ببینید، ما در ماه مبارک رمضان هم مثل که قبلا بهش اشاره کردم، کوشش میکنیم که تصاویر غیر اخلاقی را کمتر ببینید، و یا اینکه مثلا اطلاعاتی که غیر مفید هست، اطلاعاتی که مثلا کارآمد نیست، اطلاعاتی که غیر ضروری است، ما کمتر بشنویم. پس حافظه ما مجبور نیستن به اطلاعات را پردازش بکنه که چی است، ناکارآمد است، ارزش نداره و یا غیر مفید است، بلکه باعث میشه که اطلاعات مفیدتر را چیکار بکنه، پردازش بکنه. امروز شما اگر میبینید اکثریت نوجوانان، محصلین و یا دانشجوی ما از اینکه مثلا حافظشون خوب نیستن گله میکنن. چرا؟ چون که شما میبینید ما در معرض اطلاعات خیلی زیادی قرار داریم. مثلا ما تلویزیون تماشا میکنیم و یک چیزی که باعث شده که ما خیلی اطلاعات غیر مفیدی در حافظه خود مثلا ما ثبت بکنیم، صفحات اجتماعی هست، مثلا فیسبوک هست، توییتر هست و یا اینترنت هست، ما وب گردی میکنیم، باعث میشه که اطلاعاتی که اصلا ضرور نیست، اطلاعاتی که اصلا برای ما مفید نیست، ما چیکار بکنیم؟ حافظه ما به پردازش میپردازه. ولی وقتی زمانی که مثلا ما اطلاعات مفید بخوایم
بخوایم پردازش بکنیم دیگه بر از اون هیچ جایی حافظه باقی نمیمونه. از همین خاطر ماه مبارک رمضان چون ما اطلاعات مفید بیشتر از حافظه با پردازش میکنه و به اون میپردازه، باعث تقویت حافظه میشن. و دیگه اینکه باعث میشه که مثلا ما با تشویش های خود کنار بیاییم. مثلا شما یک چیزی که یک علت هایی که باعث میشه که ما دچار استرس شویم، باعث میشه که با یک تغییرات مواجه شویم. مثلا من وقتی که فردا امتحان دارم نمیدارم که امتحان چی خواهد شد، استرس دارم. از همین خاطر ما ماه مبارک رمضان برای ما کمک میکنه که ما بتونیم با استرس ها و تشویشات خود چیکار بکنیم، مواجه بشیم. یعنی مثلا ما 11 ماه به صورت عادی زندگی کردیم و یک ماه ما چیکار میکنیم؟ متفاوت زندگی میکنم. وقتی که من متفاوت زندگی میکنم، یعنی میبینم که با اینمی متفاوت بودن هم میتونم که زندگی خود ادامه بدم. یا مثلا فرض بکنم وقتی که من روزه دارم، فردا میخوام یک فعالیت رو انجام بدم، مثلا میخوام برم دانشگاه تدریس بکنم و یا اینکه میخوام برنامه اجرا بکنم، میگم که آیا میتونم که مثلا با وجود گرسنگی، با وجود تشنگی، با وجود بیحالی میتونم که فردا برم این کارو انجام بدم؟ میبینم که بله، مثلا با وجود که من تشنه هستم، با وجود که من بیحال هستم، میتونم که این کارو انجام بدم. پس این ماه مبارک رمضان برای ما میگه که با وجود تشویش هم میتونه زندگی چیکار بکنه؟ ادامه پیدا بکنه. یعنی ما میتونیم که با تشویشات خود چیکار بکنیم؟ مقابله بکنیم. و یک سری مثلا صبر و استقامت و اراده قوی برای ما به وجود میاد. وقتی مثلا من فردا با وجود که گرسنه هستم، تشنه هستم، وقتی میتونم که مشکلات خود را حل بکنم، یعنی میتونم که یک صبر هم داشته باشم. و همچنان ماه مبارک رمضان و یا روزه هم باعث آثار روانی و اجتماعی میشه. مثلا شما اگر میبینید در ماه مبارک رمضان از پرخاشگری های سطحی جلوگیری میشه. چرا؟ چه دلیل داره؟ به خاطر اینکه مثلا در خانواده اگر میبینین اونقدر مثلا جنگ و دعوا نیست، و یا که در جامعه و یا در بیرون در روی سرک ها که برید جنگ و دعوا اونقدر نیست. چرا؟ چون که ماه مبارک رمضان باعث میشه که ما یک حس مشترک داشته باشیم. یک مثلا وجود همین حس مشترک باعث میشه که ما دیگران رو بیشتر چیکار بکنم؟ درک بکنم. بیشتر همدلی به وجود میاد. زمانی که مثلا من روزه هستم، وقتی یک سوء تفاهمی به وجود میاد، من همیشه میگم شاید او هم مثل من روزه داره و شاید او هم مثل من چی شده؟ مقداری کم حوصله شده. و این باعث میشه که من بیشتر او رو چیکار بکنم؟ درک بکنم. بیشتر چیکار بکنم و بگم که آره او هم کم حوصله شده و بیشتر من او را جای خود قرار بدم و خود جای از او قرار بدم. و این قرار دادن باعث میشه که یک درک متقابل بین همدیگر با وجود بیاد و باعث میشه که همدیگر بیشتر درک بکنیم. مثلا اگر حالا سر و صدای صورت بگیره و یا اینکه مثلا یک اشتباهی صورت بگیره و یا یک خطایی از طرف مقابل سر بزنه، ما کوشش میکنیم که از او مثلا از همون اشتباهات از او چیکار بکنیم؟ بگذاریم به صورت خیلی زود. اما اگر در روزهای دیگر باشه نه، مثلا ما کوشش نمیکنیم که از مثلا اشتباهات طرف مقابل بگذاریم. وقتی که از اشتباهات طرف مقابل بگذاریم، باعث میشه که اونقدر قضاوت نکنیم. وقتی که از قضاوت کردن خودداری کردیم و خودخواهانه قضاوت نکردیم، باعث میشه که از این پرخوشگری ها و یا سوء تفاهمات بیشتر جلوگیری بکنیم. اما خانم مدحی، برخی افراد هستن که بدون از ماه مبارک رمضان آدمای بسیار خوش برخورد و با ادب و با نزاکت هستن، اما زمانی که ماه مبارک رمضان میشه برخوردهایشون متفاوت‌تر میشه، کم حوصله میشن و همچنان مشکلات را ایجاد میکنن و جنگ و دعوا و پرخاشگری میپردازن. اینو چگونه است؟ آیا روزشون آنگونه ای که باید بگیرن گرفته نمیشه و یا هم آگاهی لازم و کافی در رابطه با ماه مبارک رمضان دارن؟ اینا چرا روانشون یک بار تغییر میکنه و اکثر عملشون متفاوت‌تر و منفی‌تر میشه؟ خب بله، این واقعا سخت هست. من به شما گفتم که روزه گرفتن باعث میشه ما کم حوصله شویم، باعث میشه که مثلا ما صبری که باید داشته باشیم نداریم. چرا؟ چون که تشنه هستیم، گرسنه هستیم. و یک چیزی که خیلی مثلا باعث میشه مثلا شیرینی باب اگر در بدن ما کمتر شود، ما زود عصبانی میشیم. از همین خاطر وقتی میگن که ماه مبارک رمضان وقتی که افطار میکنیم، کوشش کنیم با خرما. چرا مثلا ما با خرما افطار میکنیم؟ چون خرما یک شیرینی و یا عمو گلوکوز طبیعی خاص خود داره. وقتی که ما تقریبا 8 ساعت 10 ساعت وقتی ما چیزی نمیخوریم، خصوصا وقتی شیرینی با و یا نشاسته در بدن ما کمبود پیدا بکنه، ما احساس عصبانیت بیشتری میکنیم، یعنی پرخاشگر میشیم. از همین خاطر ما ماه مبارک رمضان با شیرینی باب چیکار میکنیم؟ روزه خود افطار میکنیم. این یک چیز طبیعی هست. ما یکم اگه شاید پرخاشگر شویم، یکم اگه مثلا عصبی شویم، با یکم مثلا اطرافیان خود سر و صدا بکنیم، ولی کسایی که معنویت بالایی داشته باشن و کسایی که صبر و اعتماد به نفس بالایی داشته باشن، کوشش میکنن خود کنترل بکنن، کوشش میکنن اون لحظه عصبانی نشن و یا اینکه مثلا بگن که خب من روزه دارم، برای اینکه روزه دارم کم حوصله میشم، پس کوشش میکنم که همین رفتار خود کمک درست‌تر انجام بدم. گذشته از موارد و تاثیرات مثبتی که روزه ماه مبارک رمضان بالای روان ما داره، آیا میتونه که مشخصا کدام بیماری و یا اختلال مهم روانی مانند افسردگی را هم علاج کنه ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان یا نه؟
بله خب تحقیقاتی که نشان داده خیلی از مثلا بیماری ها رو میتونن که از بین ببرن، خصوصا مثلا افسردگی. انسان هایی که دچار افسردگی هستن در ماه مبارک رمضان یکم اگه حالشان بهتر میشه. چرا؟ چون که من گفتم از همون خاطر تشویشات کمتر میشه درشان، اعتماد به نفسشان بالا میرن و همچنان ارادهشان قوی تر میشه، و یا اینکه مثلا از لحاظ اینکه مثلا از گناه ها دوری میکنن و کارهایی که مثلا غیر مفید هست دوری میکنن، از همین خاطر میتونه که در درمان افسردگی هم مفید باشه برش. آه. پس روزه گرفتن ماه مبارک رمضان برای روان ما تاثیرات مثبت سراسر دارد. خانم مدیر، به عنوان جنبندی صحبت هایی که در این بخش باید ارائه شود و بیننده ما آگاهی حاصل کنند، میتونیم که از شما بشنویم. پس از آن بخش بعدی برنامه ما با دکتر صاحب عبدالحق قاضی‌زاده آغاز خواهد شد. بله خب من یک چیزی که میخوایم بگم، چون در جامعه فعلی ما یکمک مردم ما که روشن فکر شوند، اولین کاری که میکنن امی که مثلا روزه نمیگیرن، نماز نمیخونن. به نظر من باید یکمک مطالعات خود در این زمینه بیشتر بکنن، اطلاعات خود بیشتر بکنن، ببینن که مثلا واقعا آیا مثلا دین اسلام واقعا دین کامل هست. چرا؟ چون مثلا ماه مبارک رمضان برای ما آمده یک ماه، مثلا ما باید روزه بگیریم، ما باید مثلا یک ماه متفاوت زندگی بکنیم. من خواهشی که دارم اطلاعات خود در این زمینه بیشتر بکنن، ببینن که از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی چه قدر میتونه مفید باشه و کاری که فایده داشته باشه 100% هر انسان با شوق و علاقه بوده انجام میده. انشاءالله که بتونیم همه ما یک ماهی خوب رو سپری بکنیم، ماهی که ماه مهربانی دلها هست و واقعا بتونیم که با همدیگر به صورت مهربانی و مو معنویت خاصی ما هم بگذرانیم. سپاسگزارم از اینکه شما هم در برنامه امروز حضور پیدا کردین و پیرامون یک موضوع خیلی خوب معلومات ارائه کردین. با امید از اینکه بیننده برنامه همچنان موضوع رو گرفته باشن و کسانی که تا به حال روی هر دلیلی که بوده روزا نمیگرفتن و سالنگاری میکنن، بعد از این روزه مهم مبارک رمضان بپا دارن تا که از این معنویات و از این فواید بی‌شمار بهره مند شون. در حال حاضر یک وقفه خیلی کوتاه، پس وقفه دکتر صاحب عبدالحق قاضی زاده با صوفیا جان سخی با شما همراه هم کلام خواهند بود و در رابطه با فواید منرال ها و بدن صحبت های دارند. در حال حاضر